سلام سلام آه سر بزرده این برمیشه خواهر ما <تصفيق> 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 خدا خدا باشه. این چه دردیه چرا هیچ دوایی برای این درد نیست میاد تو وب 3.0 دوات میاد آقا من این مدت خیلی عجیب یه چند روزی درگیر آلرژی آلرژی بد شدم اصلا نه شبا میتونم نه درست که نمیخوابیدم شبا دیگه از شدت عطسه بیدار میشم صبح که انگار واقعا بله. نه صبح انگار که چوپمه کردن تو دماغم آها. اصلا یه داستان عجیبیه دو دماغه. دو دماغه. جای دیگه, دیگه اونا چون جای... ببین اصلا خیده. یه اوضای به قول شیرازی اوضای علیه بگو خارجی ها یه زبان سال میگن رینز ایت پورز آره دیگه. این آره. نمیخوابید آره. الان مثلا با بدبختی ممکن یه ذره بخوابه با عطسه بیدار میشه دیگه کلا خواب آره خیلی عجیبه <applause> <applause> تو این اینکیوبیتر باشه یه این سوال آیا تا تحقیق کردی ببینی که مواد گیاهی مثل مثلا ماریجوانا یا چیزای م... چیزاش چی بهش میگن نه اره با... نه مشتقات مشتقاتش تاثیر چی برای خواب نه برای حساسیت ها نه نه اصلا کلا دو مال سی بی دی مام ایت داد این یه داره جو, جو که این مال یه دونه پادکست بود تیفت که اینا یه مدت سی بی دی تبلیغ میکردن بعد میخواست تبلیغ کارشو بکنه میگفت بابام می مادرم بچم میدم. نه ولی حالا چیزی که میگه زیاد دور از باور نیست به خاطر اینکه مثلا سی بی دی و اینا خیلی از مریضی ها رو حداقل میتونه سرعت رشدش رو کمتر بکنه یا میتونه درمان بکنه الان زیاد به این نتیجه رسیدن سی بی دی رسیدن. خیلی میخوابونه واسه همین نشدم هنوز آره. اونقدر نه ولی واقعا اذیت میشم التهابه نمیدونم چیه داره من در حالا خیلی اذیت دارم میشم ببین دیروز دیروز بلند شدم یه سری قرص سر کار داشتم دیروز خب بلند شدم بعد دیدم که خیلی عطسه عجیب و اینا آبریزش بعد ببین این مثل این متودا این درکش رو وامی کردم قرص پیدا میکردم اکسپایر شده بود از یه میرفتم یه جدیگر رو وامی کردم دوباره اکسپایر شد احسام خورد شده بود بعد مثل این از چی هم عشق می اومد دوگون بعد گلو شروع میکنه خاریدن و اینا رفته بودم توی این شاپرز دراگ مارت این آیلا ای رو این تیتری رو سنان دنبالش رو هرکی می دید من مثلا دارم زامبی میشم دارم ترن میکنم دیگه آخرهای ترن کردنم دیگه این قرصا رو دوتا دوتا میخورم الان به خاطر اینکه بخواد عمل بکنه تازه از این مثلا لیکوید جلایی که فست اکتینگ و چه می دونم باشه حتما میارم خدمتتون واقعا جدی پرسیدم داداش برای چی از از, از... از... از, از شیاف از پایین وارد آره. کنن آره. خب وقتی دهن دماغ... هست چرا من هم پایین وارد کنم شیاف. شیاف. شیاف هم خیلی گیرایش بالاه <laughs> جدی میگم استفاده کردی برای چیزای دیگه هست برای یوبوسیته یوبوسیت بارد. بارد. امکا... نه یوبوسیت 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 نیست که چیزای دیگه هم شیاف یعنی لول برو ساینس داداش ایشون داره میگه من که دارم تبلیغ کردم. یه لحظه نزل... نه برو ساینس آه... سی بی دی برو ساینس نیست برای حساسیت... نه گفت نه نه گفتش که رفتی چک کنی نه ببینی نه میشه گفتم نه به خاطر این فقط اومده دیس کنه شو. یعنی دیس الکی شخصی نشه آره از نگاه نه, نگاهه... نه. نه ولی آره خیلی این چند درگیرشم و موقعی که ببین بیفته رو دور دیگه تمومه یعنی بیفته رو دور دیگه بعد مثلا یک ساعتی بخوابی دم رو همینطوری عطسه کنی کجا؟ ب... دم رو دم, دم و <تصفح> <تصفح> ببین تمام سوراخ های بدن هم دو سایز گشاد میشه تو حالا <تصفح> <عرب> ده این... <تصفح> دماغ <تصفح> دهن نفوس گلو گوش چون هر که عطسه میکنی یه ها یه اینا یه اپسیلون آره یه ذره استرچ میکنن پس تو لذت نمیبری از این فصل افت... زلته متنفرم از فصل بهار نه لذت بردی یه سوال قرصایی که میخوری یه سریش خواب نه اینا میتونه باشه دیگه من ریاکتین میخورم میخوام نه مثلا قوی تر باشه این دیگه اکشترا سپرینگ تنیدم دیگه چون انتی هیستامین یادم خواب آور بود بله نه اینا خواب آور نیستن دیگه جای داش نه میگم شب بر خواب آور رو بخوره که سلیم چرا مریض وسطش وسط خواب آور بخوره اینا همون کاری هم که نمیدونم واقعا چی داره تو نداره ولی اسمش ریاکتینه آره خلاصه شما حساسیت فصلی ندارید من قدیما داشتم اومد اینجا خوب شد میخواستم اینو میپرسم این مشکل سینوسینات چی شد تو <تص> تو چیکار کردی میپرسم واسه مریضی همون دستگاه مشکل رو حل میکنه فیکس کرد دیگه استفاده نمیکنی اونو <applause> ببین یه چیز دیگه هم روش تاثیر داره <applause> ولی واقعا دارم میگم نمیتونم <applause> توی اپیزود بگم چی شروع میشه <applause> یا <ببنید>. رو <applause> نه به صورت کلی فشار خون اگه به صورت خوبی بالا بره <applause> همیشه یا مثلا این میتونه تخلیه کنه خودش رو سینوسی که ملتهب شده و نه اونجوری نکن علمه دارم از علم برای من میگم دارم. نشده دیگه خب تو سینوس مشکل سینوس نیست من چون انحراف دارم این یکی از این سینوس ها نمیتونست خودش رو تخلیه کنه خب, خب. برای همین اون دستگاه که میتونست فشار خونه و ناحیه رو ببره بالا اون برای من مشکل رو حل کرد آه. یک بار برای همیشه و پس فشار خونمون رو بالا نگه داریم آره نه اون فشار خون موزه ای میبرد بالا یه راه دیگه هم از بعد اپیزود تو میگم خیلی تاثیر عجیبی داشت خود کس یه سری دارو هم هست دیگه داروی چی فشار خون نه <تصف> <تصفح> <تصفح> فشار بالا ببر آره ولی این دستگاه آقا این, این دیگه علمه دیگه اینو چیز نمی کنم این دستگاه مشکل حل یو وی واسه اون ایمان داشتم میپرسیدم اون ایمانم الان مثل تو دیگه چون فکر ژن ایمانه این قشنگ ببین من حالا این این که خوبه ما ایران که بودیم بهارا ایدا که میرفتیم شیراز که ببین اصلا اونجا که پر <applause> گرد یعنی دارن اونجا فقط ب... اونجا فقط دیگه دارن تولید مثل چیز دیگه بهار نارنجه <applause> به حالا خونه ما بزرگم کنار یه باغتوری بود یعنی دیگه اصلا دیگه <applause> ببین میرفتم اونجا منو میکردن توی اتاق می برو اینجا از بکن یعنی دیگه بیرون نیا تو رو قرن. خیلی بد بود خیلی بد بود به باره... نفتی چیزی نداری بگیریم اینجا ما برای این معلولیت خدا کلی رو <باره> من میتونم آره میتونم یه کیس استادی خیلی خوب باشم برای میزری هایی که زیادم اهمیتی ندارن ام... فیلمی چیزی نگاه کردین جایدن نه پیکی بلایندرز اومده برای من ندیدم اومد نتفلیکس اومده پیکی لندن لندن مسکه داره پخش میشه آمازون تو آمازون پخش میشه سیزن جدید تو نتفلیکس قرار نیست بیاد فکر کنم چرت گفتم کاملا یه چیز دیگه رو گفتم نیست تو, تو نتفلیکس نیست نه نتفلیکس هنوز نیست نوشته بود کامل میاد بعد تو نتفلیکس پخش میشه لندن یه جایش داره چالو رو کنده آره همون جگی چهارو داره پخش میشه پس نتفلیکس مگه سریز نتفلیکس نبود نتفلیکس اسپشیال نبود مال بی بی سی بود مال نتفلیکس نبود نه ولی نتفلیکس پخشش میکرد امیدوارم که بیاد سیزن جدیدش ولی دارن بچا میبینن من یه چیزی یاد گرفتم نمیدونستم نتفلیکس اینطوری بود که مثلا نگام کردی توی یه روز همه اپیزودا میومد یعنی الان اگر که باید. نه نه الان اگر که نتفلیکس اسپشیال باشه سیزن که ریلیس میشه همه اپیزودا میاد yeah. اگه نباشه هفته ای میاد oh. اطلاعاتی که به درد کسی هم مثل کریف کریف میده بعضی رو نه. هفته ای میاد. نه خب مثلا مگه چیز مال اچ نیست چی؟ uh, yeah. یوفوریا هفته ای میاد دیگه ولی اگر که اون مال ولی اگر که مثلا نتفلیکس بود یوفوریا اگه اونجا بود چیز با همش با هم آره سیزن رو وقتی ریلیس میکردن کل سیزن با هم میاد مثلا Things موقعی که میاد همش با هم میاد آره, آره. آره. ولی بقیه شو دو بیشتر دوست همه با بشیم یه جا من بنج واچینگ خیلی بیشتر دوست دارم آره من دوست اصلا دوست ندارم <laughs> بمونم اصلا <دوست> <laughs> بیا پیش خودم <laughs> اون دستگاه ماساژ رو بده آها چیزایی که میگه خیلی باحاله دوست دارم تو نسخیش بمونه تو انتظار بمونه نه من خیلی بعدم میاد تو نسخی نه بابا اون انتظار خودش برو بابا برم کن انتظار چه لذتی داره فیلم انتظار دیگه یا های منصور داش انتظار درسته نه چرا دیگه داش آره آره داشت از اون صدای آخر چیز بود بیت انتظار فکر نمی کنم دقیق دیدی رو دیدید با هم البته اپیزود اول شدیم جوکر فصل جدیدش آره من دو تا اپیزود شده خنده <تصفح> بود خیلی بمبه او گروه اون یارو تیمور یوسفی خیلی یوسف تیموری یوسف تیموری یوسفی یوسف تیموری به خند یعنی <تصفح> واقعا من از این خوشم میومد الان ده برابر بیشتر باشم خوشم عالیه چقد حالا هم گفتن چقد با جنب است سای... یوسف سیادی و او اون اون <تصفح> او اصلا آیکونه به نظرم این به نظر بهترین سیزنشون بوده ببینیم خوبی یه خیلی بزرگی داره بند خدا آها آها آره من دو ماه ندیدم اینا چیو من از حالا امیدوارم که دو چون تو اپیزود سه و چهار معمولا چیز میشه اگه داشتی یه عکس از این بند خدا بذارم میلاد جون احساس من ریسیس میشه به نظر من اپیزود سه و چهار هر سیزنش هر سیریزش شو... آخه شو... آخه ببین این به نظر تو که شروع میکنه میگه که شروع کنید با هم دیگه مثلا ژاپنی صحبت کردن خب بخوام که ژاپنی بلد نیستن و شروع کردن همدیگه رو مسخره کردن و اون لحن و مسخره کردن و یه سری چرت و پرت گفتن آره مثلا من... غذاهای چینی و مثلا مسخره کردن مثلا براشون سوشی آورده بود یه سوس سوسک پلاستیکی هم گوشه بودن توش بعد اینو بعد گفتش آقا تو قضیه من سوس داره گفت نه نه این جزشه میخورم باش قضیه اینو که دیگه نمیشه این, این ریسیست دیگه این درست نیست یعنی اگه دیگه. همین کار مثلا در ایرانی ها میکردن میگفتن چه میدونم بم میزنن و فلان و اینا اولین چیزی آه. که میگفتیم ما این که خلیج فارس <laughs> بعد اصلا این کمپین می مثلا میداختیم آره میریختیم زیر اینستاگرامشون همشون میکشیدیم سینه فوش نه این فول بوده درسته این ف... به نظر من داره اون تیکش فوله میگم داره پخش میشه ها که همینا رو سرلوهشون هم سرلوه کارشون قرار دادن منظور چیه حالا اسم میخوام بیارم ولی داره الان تو خب بیار دیگه تو دیگه رو از می این حامد آهنگی داره برنامه میسازه؟ سازه نمیدونم کیه تو حالا منم نمیدونم دقیقا کیه ولی داره یارو آره نه مثلا اگه هم بود دیگه تو خب آره تو هم برنامه خندوانه اینا جیمی بعد چن از همین لحجه ها رو اینا رو خیلی مسخره میکنن زبان های مختلف ببین خیلی ببین مثلا چه میدونم اگر که ایرانی, باشی بخنیم. مثلا آ این یارو آ اینم عجیبه آدم عجیبیه اگر که چه هم ایرانی باشی مثلا چه میدونم به شوخی و خنده باشه مثلا یه لحجه ای رو مثلا چه میدونم مسخرم نه ازش استفاده کنی من میفهمم ولی اینکه بخوای مثلا یارو که ژاپنی که بلد نیست که بس چون که یه سری صداهای ناهنجار خود در آوردن و یه سری حرکات خود در آوردن خب قشنگ نیست قشنگ کرینج بود آره کرینجه واقعا و امیدوارم شاید. که چندش؟ آره امیدوارم که حداقل بفهمن این موضوع رو که دارن برنامه قشنگی من برنامهشو دوست دارم برنامهش فان مثلا آدم دوست داره بشینه نگاه کنه ولی بعضی موقع یه سری کارهایی کنه که به نظر من خیلی عقبه از سطح انتظار دوستاد انتظار آره جهانی من خیلی دوست دارم ورژن رو ببینم باحال میشه نمیاد ولی نمیاد حالا جالبه داشتم گفتن نمیاد نه من فکر میکنم آه. نمیاد دیگه رو روی یوتیوب یه تبلیغی اومد که امازون همین شو مثلا یه شو مال استرالیاس و اون اونا خانم و اینا نه اونا خیلی باحال با من کانالشو دارم میبینم ای داری میبینی؟ ببین چون هم. که مثلا سکشوال جوک یه قسمت خیلی بزرگی بزرد. از حالا اه, تنزه دیگه و اینا خب اول که اینا سکشوال جوک این سکشوال جوک دارن صد در صد یعنی توی جوکر خیلی اگه بشینی واقعا بهش نگاه کنی مثلا بعض جا رو سانسور میکنه بعضی جا معلومه بود. که دارن چیزایی داری به میگن اه, ولی اگه مثلا خانوم و اینا باشن خیلی باحال میتونه باشه ولی ما م... م... با هم میگم نمیذارم دیگه, دست دیگه. بالا پایین نمیتونم بپرن دیگه بگم میدونی آه اصلا نمیتونه بذارتش روی اون و... بگه بشین که اصلا خودش منشوره <applause> <او> اصلا منشوریه یه <applause> وایبریتور دیدی یه دستگاه صندلی یه... وا... نیست یه دستگاه دیدی وای میسن میلرزه آه... میشونه اینا روی اینا روی این و رو ای... میگم مثلا شعر بخون مثلا شعر اه... شجریان میده بهش میگه بخون مثلا بعد اه... مثلا خانومه که نمیتونی بذاری رو این حالا دیگه چیه؟ نه داریم خب پاسیبیلیتی ها رو بررسیم به نظرم آقا هران هم میذاشتن رو دوتا این دو عباس رو آره دوتا این کار گندره گوشت خیلی خنده بود ولی من من کلن به شخص دوست دارم کانسپتشو با حاله ولی خب احساس میکنم بعضی کاره که میکنن عجیبه از این هم خوش میاد که مثلا دیدید هنرمندهای قدیمی رو میارن یا مثلا همه این کسایی که اینجا هستن الان کمدینن با اینا خاطره دارن مثلا اون یارو او... یارو که لفظ قشنگی نیست آقا رو برده بودن که لپشو باد میکرد اسمشو یاد هلیکوپتر رو... آره هلیکوپتر میرفت آره. مثلا خیلی برام جالب بود که اینا چه احترامی برای اون طرف قائل به خاطر اینکه هنر های مثلا زمان دوران بچگی یا مثلا بزرگ شدن اونا بود. من نمیشناختم بریم سر اپیزودمون آقای آه. کارونی بفرمایید سلام اینجا خودکسته یه پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون و فراد و فرزاد نشستن سلام سلام دوست داشتم دوربین رو نگاه کنم این سیسای جدید تو متوجه نمیشم ام... سیس شما سیس جدید جونم... ایشون ایراد گرفت ما من کو زندگیم تو سیسه یعنی <applause> <يعني تصفيق> من اگه سیس نیام نه اگه من سیس نیام تو بعد داره اعتراض آره اون فرق داره فرزادی هم جونم براتون میگم که امروز اپیزود 315 ما هنوز پنج شنبه نه سه شنبه پنج نه یک شنبه پنج مارس که داریم ضبط میکنیم قرار پنج شنبه پخش بشه اینقدر روزهای هفته این تو داشت ده ماش قرار پخش بشه به به آره یه اسپیشیال اپیزود داشته باشیم برای اید لباس نو بپوشیم همه آره با هم لباس نو بپوشیم و جلیقه من واقعا برام <applause> <applause> لباس یه چیزی بگم خیلی من اذیت میکنه خیلی من اذیت میشم توی مهمونی شما احتمالا مهمونی کریسمس اینجا رفتید که ایرانی برگزار کنه نه مهمونی کریسمس نه 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 اون نیو ایرز بود شما کریسمس نمیوادین آنکه که دور درخت بشینیم و آره ببین اینجا خارجی ها میخوان کریسمس رو جشن بگیرن یه یه تردیشن دارن به نام آگلی سوئتر که شما مثلا زشترین پولیوری که مثلا یه سری پولیور دارن فقط برای همون روز مثلا چیزای عجیبش آویزونه یه ترهای مثلا خیلی زشت و مثلا بدرنگ و اینا داره اونا رو میپوشن ایرانی ها موقعی که میخوان مثلا کریسمس رو به عنوان ایرانی ها جشن بگیره همه کچلوار و کراوات و انگار مثلا رفتی سالن مزون بال ماسکش میکنن دیگه اگر میخوای اصلاً دیگه مینی اگه میخوای اونا, اونا رو جشن بگیر مثل اونا جشن بگیر دیگه ام. با اشکالش یه به خاطر اینکه یه فرنگ دیگه رو ما داریم خیلی خب بومی علکی میکنیم اصلاً بومی هم نمی کنیم داریم یه زی بهش عد میکنیم که سختتر بشه برای همه اصلاً تو میخوای بری کل کریسمس و کریسمس پارتی به که میرن دور هم میشینن غذا میخورن حالا چه مشروب میخورن دسر و اینا دارن یه چیز خیلی کژوال خیلی باحال دور همیه رو رو با من با یورو با من برم اونجا با کراوات و کچلوا اینطوری بشینم به خاطر اینکه آند درس نباشم اجازه بدید قبول نکنم ازتون دیگه اگر میخواین فرنگ جایی رو مثلا جشن بگیرین مثل خودشون یه ذره حداقل اجازه بدید کلش من من اینو بگیم میونه یکی بخواد مثلا سفره هفت سین بچینه با لباس هالووین بیاد با لباس هالووین بیاد. بیاد بگه اینه خب بیاد خب نمیذاریم مشکلش چیه بس... کنسلش میکنیم سال دیگه دعوتش نمیکنیم مصالو به حرمت سفره نگارش میذاریم <تصف> نه مثلا <تصف> یه خانواده <تصف> خارجی <تصف> بخوان این کارو بکنن با لباس هالووین بیان خب میگیم که بذارش اشتباه داریم میذاریم میدونم شما کارتون چقدر تاریک شد الان ایمان یه جوری ما رو مشکل توی با با کنسرت های ایرانی دارم با. همه تیپ میزنن در حد زی... آره. مثلا رد کارپت مگه با هالیوود آخه بابا آره عالی من ق... من سر آخرین باری که کنسرت رفتم همایون شجریان بود و جین پوشید اما مثلا یه پیرنه راحت بودم ما فرقی نکردیم زیاد ولی و ما خوب بودیم ما, خوب ما, ما تاریک نشده بودیم خب دوستان ببخشید ما یه سری مشکلات تصویری داشتیم که حلشون کردیم رو هم آره داشت. و الان دیگه برگشتیم با, با ادامه اپیزودمون آره خب گو... <تصفح> من از آره ای از از ا... داشت میگو آره ایران بده من کافی مافیت بده من <applause> لباس پوشیدن تو کنسرت ها رو گفت و آره کنسرت ایرانی هم خیلی سالن مده ولی فکر کنم قبلا هم تو رو گفتم کالچوشاکی که من داشتم رفتم استرالیا اینطوری اصلا نبود یعنی اینجا ایرانی ایرانی آره،, آره آره رفت اینجا مثلا کنسرت ابی که بری در درصد سالن مده یه قیافه های عجیبی میان تاکسیدو دو یورو با مثلا لیموزین خودشو میکشونه چیز کنسرت ابی آره ولی توی چیز تو استرالیا رفته بودیم مثلا سه هفته بود ما رسیده بودیم کنسرت ابی بود برنامه هم مثلا میشاختیم و اینا ما رو دعوت کرد که بریم آقا ما خانوادی گفتیم خب مثلا مثل اینجا دیگه چلوار پوشیده بودیم ما مثلا رفته آرایش گفت فلان و اینا سه نفری مثلا وارد شدیم یو دیدیم طرف مثلا همون شلوارک و رکابی نشسته <تصحنت> را را آقا منو میگی پشمام ریخته بود توی بودم که یا امام حسین جوریه که الان یه اتفاق افتاده شک شدی آره بعد دیگه فهمیدیم که این طوری راحت نیست راحت بوده دیگه آره یه آره. جوری آره. 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 نه باشه که روز کنسرت رو استرس آره. بگیره آره چی بپوشم ام... کلا همه ایونت ها یعنی مکس امینی میاد کمدی هم میاد اینا همه این اینجا بچا درس اپ خوب میکنه آره. در مورد من داشتم کریسمس و اینا میگفتم آره من داشتم در مورد کریسمس سوال میکردم بر هم چه خبر سلامتی همه خوب بله آره. بد آره. تو سریالی چیز جدید شروع نکردی نه من سعیم اینه که هیچی شروع نکنم چرا؟ خب تصمی میشه احترام بزنید دو سه ما پیش خیلی غرق شده بودم تو سریال مثل تارزان از این سریال میپریدم از اون اپیزود بعد اصلا زندگی نداشتیم دیگه با خیلی کوچ اه... پوتیتوه بدی شده بودیم همیشه پا تلویزیون بودیم و اینا از خودم بد آمده بود اگر الان تصمیم گرفت از زندگی لذت ببری تصمیم گرفت رو کم کنم ولی به قول کارون جاش میاد دیگه مثلا الان سریا نمیرم یوتیوب میبینم خب یه شد میگم دیگه ولی خب یوتیوب اون چیزو نداری مثلا که بیستا اپیزود یک ساعتی ببینیم اونطوری نیست کوتاه کوتاه ولی اونم هم یه رابیت یه کومان میاد میبینی مثلا میدونی ویدیو در مجبو کمتر شده آره 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 اون تایمی که اضافه شده رو ترکی پختی و میخوابه رو تخت دیگه بقیه‌اش دیگه اوور تایم باید کار کنن همینجوری که در جریانی شغل جدید نمیخوای بگی این الان اپیزود اصلی شروع شد آره دیگه فکر کنم زدیم آره زده بودی آهنگو زدی آره آره سلام کم کردیم آره 25 دقیقه داریم ضبط میکنیم چقدر بچه ها نیستن خب بگو حضور, حضور, در, حضور, حضور در لحظه آ من این بیره. هفته به خاطر کارم مجبورم که یه سری شیفت های شب کار کنم که حالا بچه های لطف دارن به ما میگن که شب کار شدیم اینا و تجربه جدیدیه برام کلا که شیفت ها اینطوریه ای که از یک صبح تا نوع صبح کاور کنم و اگر حالا اتفاق خاصی میافته تو سیستم که اولویت خیلی بالایی داشته باشه ما باید حالا کاور کنیم آنالیز کنیم که مثلا میتونیم این تغییر رو انجام یک بامداد تا نوه صبح درست گفتم بامداد خیلی سخته اگه سری میکردم میتونستی بشین پای سری خب بعد سری کار خودم یعنی همون تایم کار خودم میری؟ نه دیگه کلن شیفت شب آره دو تا کاره <applause> نه 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 آخه گفت اضافه کاری و کنه نه فکر کردم که آخه دو شیفت میکنه. <applause> او تو کار <تصفيق> <تصفيق> <آخر butcher> میکنه <applause> اون یک تا نوه صبح سه برابر کار عادیش بوله نه ولی اونطوری هم هست دیگه مثلا زنگ خوبه امروز <ناسب> دم عیدم هست امروز تا نوه بودم دوباره از پنج شروع میشه تا یک صبح پس همش به کاره شب زیاد نیست بیشتر از حالت عادی چرا زیاد یعنی قاعدتا تو 24 ساعت یه بار باید کارت شروع شه آره 17 18 ساعت یه بار داره چرا این یه روزش باید اینطوری میشد به خاطر حالا تعدادمون که آره اون تعدادی که تا چه مدت اینجوری باید باشه تا دو هفته دیگه ولی هر شبش من اینطوری نیستم هر شب اینجوری نیستم آره ولی تو هفته سویچ میشه به ساعت معمولی کار دیگه ولی بعد دیگه, دیگه. شما تا حالا شیفت شب شده برای کارتون میخواین شب و اینا کار بکنین یا نه هیچ وقت من شده تا چهار صبح کار کنم ولی صبح شما از همون هفتش شروع کرده بودیم هفت که نه هیچ وقت نه ده چطوری کار شب و دوست دارید؟ چطور بود با ست؟ سر کار آه. دوست ندارم نه, ام. نه. برای چی؟ آدم باید شب کارش تموم شه بدین ولی یه چیز مثلا دیشب خب سر کار روز که کار میکنین اینا هم, هم دارن کار میکنن همزمان هزار تا ایمیل میاد پ... پیام میاد روی مثلا سکایپ داشته باشه هر سیستمی که استفاده میکنه خیلی دیسترکشن زیاده به خاطر اینکه همکارات هستن اینا دیشب خب یه تعداد کمتری آنلاین دیگه. هم دیگه همونایی که اون شیفت رو دارن کاور میکنن من خیلی وقت داشتم که به یه سری کارهای عقب مونده سر کارم برسم به مثلاً و مثلا کسی دیسترکت هم نکنه از اون لحاظش خیلی حال داد آره دیگه خودت یا خودت دیگه میگی اکثریت اون کمپانی الان بسته است میتونی کار خودت انجام بدی بدون که چیزی بهش اد بشه چیزی مثلا تغییر بکنه و اینا آره, آره. خوبیش اینه. آخه یه بخش لذتش واسه که اون درد مشترک رو دیگه هم دارن خودت تنها باشی حال نمیده تورانی مدت که مطمئنا آره فیزبل نیست ولی من موقعی که تو دانشگاه بود کار می‌کردم کووید به ما نشوند همه چیز ممکنه یعنی کی فکرش رو می‌کرد دو سال تو بتونی اینجوری از خونه کار کنی حالا همه خونه کار میکنن هیچی به هیچ الان آره دیگه همه فقط از خونه کار میکنن دیگه بله من جیدن چیزه یک کتاب گفتم هفته پیش شروع کردم خوندن خیلی باحاله کی مش... Maybe you should talk to somebody ام. آره بیگه خانم خودش چیز روان پزشکه و کیس های مختلفی که داشته رو حالا به صورت خیلی انانمس داره مثلا توضیح میده و برای هر کدومشون کاتگوری میذاره جالبش این بود که من اولین کاتگوری که گفت خیلی رزنیت کردم باش ام. همزاد پنداری کرد آره این بود که مثلا اتوارد. احساس میکنی که همه کسایی که دور و برتن آدم های مثلا چه میدونم قابلی نیستن مثلا کسایی که باشون کار میکنی و این اینجور آدما اذیتت میکنن چیه یعنی به اشتباهی <متحد> فکر رو میکنی آره نه به خاطر اینکه خیلی خو... رزونیت کرد با اینکه همه آدم دور قابل نیستن <متحد> <متحد> آره من نگاه به خودم کردم بذارید میدید بزنم یا میخوای مسخره بزنم بعد به اینا گفتش که مثلا فکر میکنی که همه اصلا ایدیت هستن اسمشون ایدیت درست مثلا اینجوری که مثلا فلانی حرف بذار 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 من کتاب بگم اولشو رو من جا من دارم به تو فول گوش میدم به من یاد مثلا این طوریه که میخوای بیخیار میخوای اسکیپ کنیم یه دیکه رو اصلا با شماها نیست آقا در اون در مورد بقیه قسمت دیگه از زندگی صحبت میکنم اینجا اصلا با تو هم آقا به من بگو ای بدتر میش بفرمی برش کن بخیار بس در این سوال نگه نه 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 برش کن نه نه برش کن نه برش نه نه اصلا برش کن نه ناراحت نشو نه نه ناراحت نشو خب بگو چرا نه اوکی برش کن دیگه بخیار مووان کنیم ولی اگر که دوست داشتید بخونید کتاب رو با آدیو بوکش رو نداره متاسفانه ولی یه ورک بوک هم باش میاد چجوری با این کتاب هاش نشدی؟ یکی برم کار داده آه کار داده تحصیلاتش راضی بودی؟ هنوز که تحصیل نهشته ولی خب دیگه دارم میخواد جالب برم سریال گفتی نهیدین من نه. تا الان جالب چی داری برامون؟ چیزی داشتی؟ یکی دو دوتا گفتی داری؟ آره من یه دونه تو هیت کاری خودمون یه خبر خوندم خیلی جالب بود هیت کاری شما کووید هم گفتین دوسته خبر عجیب اومد برا دف... برای, از کووید COVID... اولین بار آره. در دنیا یه عمل جالب انجام شد تو همین ونکوور توی بیمارستان سینگ پالز بیمارس سینت خب. سین پالز تو داونتان ونکووره چقدر عمل عجیب دارن انجام میدن این مدت خب. آره و خیلی حالا توی ایالت ما توی بریتیش کلمبیا خیلی معروفه به اسپشیالتی قلبش کاردی سنتر بهش میگن مشکلات قلبی سین پال ونکوور آره سین پال چو خب بس okay. نه باش من یه دسته فکم عجیب غریب گرفت او من با. هفته پیش اینجوری شدم بگو های عملای قلبی حالا هر که ربط به قلب داشته باشه اونجا انجام میشه این عملی که برای دفعه اول انجام شده تو ونکوور در واقع عمل قلب باز و ریپ, ریپ جایگزینه جای عمل قلب بازه و حالا عمل قلب باز قاعدتا این اسمش هستیه کل قفس سینه رو باید بشکافن برسن به قلب و حالا هر رگ از پا میدارن آره. یا حالا مشکل دریچه اگه داشته باشه باید اونجوری هندل کنن و اینها و خب بیماری که مشکلات دیگه ای دارن حالا اصلا قلبم نه مثلا سرطان داره طرف فلان و این عملم نیاز داره خیلی ریسک اون عملو بالا میبره خیلی مثلا توی این عمل فوت میکنن بلنگ چیز سختیه ریکاوریش خیلی میاد. یعنی ریکاوریش از مثل اینکه خود عملم سختره چون که هر لحظه ممکنه خونیزی داخلی بکنی هر لحظه ممکنه اون رگه بتره که ما خانواده زیاد داشتیم کسی که این آره. کاری آره. کردن این آره. 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 قفص باید جوش بخوره دیگه اون همه چی باید جوش خیلی آپریشن سختی رگه مثل این که بیشترین چیزی شده ریسکو داره دلوقتي. دلوقتي. که از تو نه پاره میشه فشون مثلا رگ پا رو برمیدارن و یه جنس دیگه است با مثلا رگ قطر ایناش شبیه ولی عین همون نیست و اون فشار مثلا خونی که تو شاید میشه رو بعضی موقع قبول نمیکنه برای همین پاره میشه حالا این عملی که انجام شده تو ونکوور روی چهار تا بیمار انجام شده و این بیمار هم مثل همون بودن که نمیتونستن عمل قلب بازو بگیرن به خاطر شرایطی که داشتن ریسکش انقدر گفتی واز گفتی <تصفح> واز خب آره بله. بعد ریسکش انقدر بالا بوده یه جوری جواب شده بودن تا اینکه این, این دکتری که حالا یه دیوایسی رو طراحی میکنه و خب هر دیوایسی هم که بخواد وارد آدم بشه توی مدیک، مدیکالی باید یا FDA اپرووار داشته باشه یا حالا تو کاناداش تو کانادا هلت کانادا باید اپرووش کنه مدیکال دیو... دیوایس حساب میشه و خب این دیوایس رو به خاطر حالا یه قسمتی از اون هلت کانادا هست که کامپشنت بهش میگن که زود اپرووال میدن توی این کیس هایی که مثلا طرف داره فوت میکنه میگن اوکی اگه دیگه این آپشن دیگه که فوت این کنه پس اینم ترای کنیم اینو اونجوری اپرووالشو میگیره و یه دستگاه درست کرده که از طریق رگ جاگولار وین که توی گردن هست اینو پنج دقیقه گذشته همش انگلیسی بوده اینو من جاگیلا نمیدونم چی همین در پزشکی این دستگاه رو مثل مثلا یه لوله تصور کنین میفرسن تا برسه به قلب فضا داره به گردنش اشاره میکنه جاگلر و اینو آره. که میگه حالا و وقتی که اون دستگاه رسید توی قلب آپریشن ها اصلا از از تو از تو با حالا سیستمایی که داره انجام میدن و اندازه دستگاه چقدره یه حالات میگم یه لوله توریه حالا عکساشو میگم لوله از توی رگ میره آره آره آره, آره. تو اون تو باز میشه مثلا چیز خیلی جالبیه و این چهار تا بیماری که تقریبا جواب شده بودن این عملو رو روش انجام میشه و انجام انجام میشه و سعی و سالم فردا مرخص میشن میان بیرون بدون اون ریکاوری اون آره و از یه این خبر فرقش خیلی تو انجام آره. شده. هیچ جای دیگه انجام نشده خبرایی که گفته بود دفعه اول بود و این چهار تا هم همه اخیر بوده یا آره چرا جالبه داستان یکیشون رو نوشته بود که مشکل دریچه قلب داشت آه. آره دا اینقدر بیمار مشکل قلبی هست بند خدا تو تو صفن که عمل نوبت عملشون بشه یعنی خیلی جا میگه فرداش باشه داره آره یعنی 100 درصد ساکسسفول بوده تو چهار تا کیس انجام شده تو, تو بند کو و چهار تا آره. آره. تو صد درصد دیگه اوجش دیگه آه. خیلی <تصفح> خیلی ولی خیلی. این این کلا این تکنولوژی هایی که به این یا حالا این روش های عمل اینجوری خیلی باحاله ما یادم تو دانشگاه هم یه استاد داشتیم یه همچین چیزی طراحی کرده بود تو کووید هم خیلی استفاده شد افرادی که حالا به هر دلیلی میرفتن تو کما و نمیتونستن خودشون تنفس کنن اصطلاحش اینه که میرن زیر دستگاه <applause> توی کووید هم خیلی شنیدیم این اصطلاح که طرف کووید میزد به ریه و آره بعد میرفتن زیر ونتیلیتر و این کاری که میکنه در واقع ونتیلیتر میاد این ازوله دایافرام رو کار ازوله دایافرام انجام میده که این شما بتونید نفس بگیرید و بدید بیرون و خیلی ازولای حساسیه و توی چند ساعت اول وقتی خودش کار انجام نده از خودش سایزش کوچیک میشه و اصلا دیگه نمیتونه اون کار انجام بده و یه،, یه, مسئله یه داستانی بوده که کلا داشتن یه مشکلی که با ونتیلیتور هست این استاد ما چیزی که تراحی کرده بود دوباره از جگولر وین این چاگلر وین مثلا اینکه ورودی جدیده بدن قبلا هم رگ ورید میگفتن قبلا از پایین و جای دیگه وارد میشدن جی ای جی نه جی یو او ای جی ای جی یو بعد چیز بگیرن دیگه بعد عبارزی بگیرن اونجا آره بگو ادامه بده آره این درست گفتم اسپلینگشو آره به قرام هم گفتم ساین دکترم شده خب بعد این سیاه رگ گردن آره سیاه رگ. این دیوایسی که استاد من درست کرده بود توی کمپانیش وارد میشد دوباره از طریق این رگ و میرفت نزدیک اون اون عضلای دیافرام و الکترود داشت تصور کنید مثلا حالت الکتروتوری بود که شوک میداد و این با هر باری که اون ونتیلیتور در واقع اکسیژن حالا وارد میکرد یا چیز خارج میکرد این هم یه دونه سیگنال میداد به دیافرانگ, دیافرانگ و, اونو اکتیف می داشت. و اون اکتیو اکتیف نگر میداشت و اونم خب خیلی این تنس ماشینی که برای فیزیوتراپی نگرفت اینو میفرستاد آره آره و اون هم خیلی توی استارت شما مثلا زیاد فروخت و مثلا اون دستگاه رو استفاده کردن آره. speaking of این uh, می که پاس میفرستاد من به خاطر حالا گردن و اینام خیلی گرفته بود که هر گرفته بودم چند روزه بعد گفتم هفته پیش میخوام برم درای نیدلینگ دیروز رفتم درای نیدلینگ آقا عجب چیز عجیب غریبی اصلا فکر میکنی که چی کار با بدنت دارن میکنن سوزن خوش یعنی ببین سوزن خوش رو که اول میکنه تو تو ب... کامل میکنه تو بدن اجات میکنن حالا بد میگم برای من مثلا گردن و اینا بود برای من مایچه های پشت گرد در میکنش تو مایچه بعد حالا فرقش با اکیوپانکچر چیه اکیوپانکچر چیزی که من فهمیدم یک سوم این یک چهارم این سوزن میره تو یعنی خیلی سطحی فقط میرسه به نروت به ماسل نمیرسه کاری که اینا میکنن این درای نیدلینگ میکنه یک چهارم فقط میونه بیرون اینو تا ته میکنه تو مایچت و بعضی درد نداره آباد... نه نه دسکا... آره یه دیسکامفورت درد... عجیبی داری احساس میکنه چون میگه که دو تا روش مختلف هم وجود داره میگه آره. می می آره. که این سوزنه که میکنی تو بعضیاشو مانیوالی خودش با دست تکون میده بعضیاشو بهش برق میزنه از این چیزای دستگاه های برقشو زدن این پال یه چیزی بهش میگفت اسم دستگاه رو یادم نمیاد چی بود بعد این بود که مثلا بار اول از مثلا بالای شولدر من شروع کرد خب مثلا این بود که مایچه بزرگتریه مثلا درد و شاید بهتر بتونی تحمل بکنی اونقدر شاید نروس سیستم نداره اینا بعد آخراش رسید و مثلا به پایین کمر من ببین این کنار ستون فقراته دیگه کلی مثلا نروس سیستم اونجا رد میشه باید اینطوری میکرد بهشون گفتم که خب این ریسکش چیه میگفتش که آره اگه کسی کارشو بلد نباشه ممکنه که لانگ تو سوراخ بکنه شوشه تو سوراخ بکنه انقدر میره تو او ببین سوزنه مثلا سوزنه شاید مثلا 10 15 سانت 10 سانت راحت نه خب تو یه چیز دیگه فکر کنم راست نیدلینگ رفتم انقدر بزرگ نه سوزنه مثلا انقدر بود نه نه برای قشنگ 10 سانت راحت بود برقم بهش وصل کردم نه ببین برق نیست دیگه یه دونه مثلا دو یه زه زه خبوم 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 مثلا فکر کنم یه ریموت کنترل بود که مثلا میزد تای اون چیزه و گفتش که الان میخوام ببرم مثلا جوش ببرم بالاتر دستی بود یعنی اینطوری نبود که چیزی وس کنه به اون سوزن سوزنا مثلا دستی میاد میزد بعد فرقش هم با اکی پانکچه تو اکی پانکچه برای من آنکامفتل بودنش این بود که این میاد این سوزنا رو میزد میگفت حالا بخواب چلقه ام. او این توی بود که یه سوزن رو میزد کارش انجام پاس رو میزد در می آورد مثلا میره سوزن رو در درد نداشت؟ نه نه نمیفهمیدی ببین برای تو فکر کنم درد, درد. درد. دردناکترین درد. <laughs> قسم یعنی عجیبترین قسمتش ازوله هایی بود که ازوله های بودن که خب مثلا خیلی گرفتن من جایی که خیلی درد گرفت پشت گردنم بود از اولایی بودن که کوچیکترن به مراتب و مثلا گرفتگیشون خیلی زیاده اون سیزداب شدنشون زیاده و باید منیوالی این کار رو میکرد یعنی این سوزنه رو میکرد با, با دست مثلا تکون تو بدنت این رو تکون میداد موقعی که جالبشون موقعی که برقرار بهت اول خب بدنت ریاکشن نشون میده خوش رو صف میکنه بعد که مثلا میفهمی که اوکی اتفاق بعدی زیاد نرفتاده بعد یهو مثلا بدنش شل میکنه ولی بعدش ببین یه دردی میگیره بدنت یعنی من خودش هم میگه آره بیا میگفتش که تو 24 ساعت اول ممکنه خیلی از که بهشون مثلا چیز کردیم سر بشن ولی بعدش ریلیس میکنن یعنی میاد یه مثلا یه نیروی خیلی بیشتری رو بهش وارد میکنه ولی بعدش مثلا اینا آد... اون شدت از چیز و سورنسی که قبلا داشتن رو دیگه نداره. شما که دوست داشتی زجر بکشی ببین این واقع این, این ده. یه دونشه فکری زجر میده اون لحظه که میخواد بزنه فکر آره. بیشتر نه بعد اینطوری که هر جایی که مثلا سوزن میذاره با جای بعدی فرق میکنه یعنی مثلا قسمت مثلا کمر من چپ و که میزه با راسته کامل جفتشون مثلا قرینه همدیگه رو ولی جوری که درد میگرفت خیلی متفاوت بود بعد جواب خوب گرفتی از این من, تلیتمنت. من دیروز رفتم امروز مثلا روز اول هنوز نمیدونم واقعا با ولی باز میکنه گرفتگی رو باز چون میکنه. من یه, بره بره یه همچین تجربه داشتم روی زانوم واقعا خیلی خوب جواب داد مناسب بود حالا یارو یه دیس عجیبی هم کرد و من بهش گفتم که مثلا من تا به حال نیدلینگ انجام ندادم یه بار رفتم اکوپانکچر گفتش که آره اکی پانکچر ترادیشنال چاینیز مدیسنه من اونو دنبال نمی كنم. این علمیه یکم یه زنی حالا باشه و مارو تب سوزنیه لزومن علمی نیست ولی اینو فیزیوتراپی انجام میده آره این خودشه آره خودش این, آره این, برد... آره این به علم نزدیک تره بعد میگم آره به علم نزدیک تره بعد داشتم با اون یورو مثلا مقایسه میکردم گفتم اون زنه که دشمن رو چیز میکرد اکی پانکچر میکرد مثلا همه جا مثلا صورت و دست و انگشت و اینا رو یه سوزن زده بود و اینا بعد یه سوزن تو دستش اضافه مونده بود <تصحیح> که خب اینو سیگار کنم بعد اینجوری مثل دارت گفت اوکی ام گون تو دیس فور انرژی زاد بالا اینطوری بالا نافم که فور انرژی رو اول نمیفهمم و اینطوری بودم که خب حالا چرا سوزنه اضافه اومد لازم نیست که حالا اینو به سر جاشه دور حالا شه که نری اینو رأس گرفتی میشه دیگه بعد استفاده بشه دیگه هدر نره اینطوری زد بالا ناف منو گفت I'm گون do this فور انرژی بعد با این یکی که مثلا مقایسه میکردم مثلا داش میگفتش که اول نشست ما صحبت کرد گفت مثلا تو چه حالتایی مثلا گردن درد میگیره بعد از ورزشه قبل از ورزش موقع خوابه مثلا بعد از بیدار شدن خواب تو طول روز چجوری میشه با مثلا اسسمنت انجام داد مثلا گردنمو مثلا چیز کردن گفت مثلا ببینه چقدر رنج اف موشن این دامنه حرکت دامنه حرکت مثلا گردن و شولدر و اینا مثلا شونه و کتف و اینا ببینه چقدره و بعد شروع کرد مثلا کار کردن ولی خب جالب بود بعد هر کاری که میخواست بکنه توضیح میداد مثلا این خانم زد و برو 45 دقیقه دیگه من میام و خابتن. این نور قرمزم و گرمم میزم رو شکمت که خوابت ببر <applause> نور قرمز جوجه کشی من واقعا خوابیدم حالا <تصفح> تو هر کردیت من واقعا اونجا خوابم برد ولی انقدر بیو... نارا انقدر ناراحتی به خاطر که <تصفح> ببین موقعی که <تصفح> آره آره حالا استرس کمتری رو کاک و استرس بیشتری رو توس این داری بود که خانم مثلا موقع که اومد چیز زد مثلا سوزنها رو میزنه بهت خب تو توی یه حالتی و اون موقع شاید درد نداشته باشی ولی موقعی که قرار پنج تو باشه خود دیگه انسان دیگه منم که اصلا نمیتونم یه جا بهم بشم یه ذره تکون بخوری یه ذره پوست یه جا کش بیاد درد میگیره بعد از این مدتی آن میشه تو مثلا من احساس کردم خانومه اینطوری بود که به زور منو می‌خواست یه کاری بکنه که من شکم بالا بخوام یعنی هیچ جوره نتونم تکون بخورم چون مثلا زده بود یه زنی فرام می‌شدم تکنی گالیوره آره اینطوری که یه سر مثلا سخت بود ولی خب این فرق داشت دیگه و اینم خیلی ریشورینگ بود که این سوزنه رو در می آورد هر دفعه یعنی میدونستی که اوکی او... مشکلی نداری دو تا چیز آره خیلی شبیه به هم نه نه خیلی شبیه به هم از آه. موقع بیرون که بهش نگاه میکنی جوش سوزن جفتشون مثلا میخوان نرو سیستم تو هدف آره هدف قرار بدن جفتشون رو من برای برای یک هدف رفتم پیششون مثلا من اون موقع هم همین مشکل داشتم بعد ولی خب اپروتشون کامل متفاوته که میگه خیلی مهمه این تو آپشن درای نیدلینگ که داشته طرف بهش میگفته الان میخوام اینجا رو بزنم مثلا فلان منم اون تجربه اول ایمان رو داشتم که رفتم پیش یه خانم چینی و میخواستم برم کاپینگ بادکش. آره،, آره. اون رو میخواستم تجربه کنم بعد میدونستم دیگه که برای این رفتم حالا زیادم تو ذهنم فکر بعد این شاله آمد در... درد و اینا نبود بعد ای اینا رو که انجام دادینا دیدم صدا سوزن میاد اصلا نرفته بودم اونجا واسه اکیو پانچ صدا میده مثلا این سوزنای باز کردنش یه صدایی میده سوزن صدایی داره صدا فل بعد برگشت هم میدم سر از خود شروع کرده اکیو پانچر <laughs> کنه من بعدم نمیگفت دارم اینجا رو میزنم اینجا رو میزنم خیلی دقیقا میدونم کامینیکیشن خیلی مهمه تو این کار حالا من خیلی خیلی دیگه هم این کامنت رو شنیدم که مثلا چه موقعی که میخوای بری مثلا دکتر اگه که قراره مثلا یه چه یه آزمایش که نه میخواد یه یه چیزی رو تست بکنه قرار به بدن دست بزنه میگه که من میخوام الان مثلا به مثلا چه میدونم به شکم به تو دست بزنم میخوام این کارو بکنم خب تمام شد الان میخوام به مثلا این قسمت از بدنتو تو دست بزنم ولی بعضی از این دوستان که رفتن و زنگی رو اوکی حالا کاش میگفتی قراره اتفاقی بود ما صحبت که باشه میدونم قراره که اصلا مشکلی بوده ولی یهو به طرف اصلا یه فشار زیادی وارد شده خلاصه این درای نیدلینگ جالب بود اگر که بیشتر رفتم که دوستانم اتفاق بیفته آره میکنم که چجوریه ارزون بود به مراتب از اکوپانچر که خیلی ها. این بود که این جلسه حالا ای اینشورنس میده خدا رو شکر 90 دلاره اکوپانچر 150 دلار خانم بخاطر انرژی از من گرفت انرژی گرف. رو, آره رو, رو ناف زمانی که میذارن چقدر یکیشون نیم ساعت یکیشون 45 دقیقه بخاطر یه اروپ فکر نکنم 60 دلار بیشتر و یه نکته جالبم قبل اینکه از این تاپیک بریم وقتی میریم اهدای خون کنیم یکی از اون سوال مسخره ها اینه که حالا شاید این زیاد مسخره نباشه ولی برای من خیلی عجیب بود میگه که تو چند حالا ما اخیر اکیوپانچر رفتیم میگه آره نه بعد سوال بعدش اینه که اون سوزنایی که استفاده شده یه بار مصرف بوده یا نه مهمه دیگه کجا بدونم نه بعد من برام عجیب بود اصلا که آخه مگه میشه اینا دوباره مصرف احتمالا صحبت کردم حالا به خصوص اینی که فهمیدم مثل اینکه تو ایران حالا این نیدلا خیلی گرونه یا حالا تحریم هرچی که هست وقتی که یه دونه جلسه میری و انجام میده همون سوزنا رو به تو میده و جلسه بعدی هم که میای همونا رو خودت استفاده میکنه نه اینکه حالا بین شخص آه. بازی خوبه ولی اینم برای من باز جای بود حالا اگه کسایی که ایرانن کامنت نه اینجوریه واقعا چیزی که من دیده بودم حالا الان احتمالا این هیچ دانش ندارم ولی قبلا میدونستم که تتو آرتیست از یه سوزن استفاده میکردم برای مثلا تتو کردن تعداد زیادی آدم اونم به خاطر اینکه حالا احتمالا تجهیزاتش تو ایران یا گرونه یا کمه ولی خب الان مطمئنا یه استاندارد خیلی بهتری وجود داره برای این قضیه تو اینجا که اصلا آره, آره اتفاق نمیفته Uh, ولی حالا اگه تو واقعا درد و اینا دوست داری آر.م.تی ام من منم هست اون ببین نه نه من ببین با... چیز کنم؟ این اصلا کاری با تو میکنه با... جد تو آره، یاد میکنی واقعا مخفف بگو چی آره ماساژ آره قبلا توضیح دادم یه ماساژی که من میرم برای یعنی برای لذت نیست واقعاً. اصلا... یعنی هیچ وقت من نمیفهم کسایی که میرن ماساژ بگیرن که مثلا ریلکس کنن من, من, من اونجا ببین فوش میدم به خودم یعنی تو اونجا... مالا انقدر درد میکشم توی اون مثلا مدت انقدر اذیت میشم که واقعا فقط فوش میدم آخه آر رفته در خونده که نه آر ام نه من اصلا ماساژ رو نمیتونم یک بار رفتم یارو هم در گوشم میگفت لت ایت نه اوکی یه سیبیل استرالیایی از در اومد تو این از در تو نمیومد این یارو که اومد آره ببین نه تو بیسل بابا تو اسکاندیناوین سپا اونجا نه اونجا که بعد رفتم مثلا یه دونه ماساژ گرونم گرفته بودم و اینا اولین بار بود تو زندگی که گفتم میخوام ماساژ بگیرم در هر کردم گفتم والا یه انجل آره انجل مثلا خوشیلو اینی محمدی. میاد و یه ماساژی میده و میگه خب برو ازم ببین در باشه دیدم یه یتخر اومد یارو از در این کچ کرد خودش اومد تو اوری اومد بعد دیگه در آورد همه چیز ما رو باشی که مازش دادم بعد یه آهنگ ریلکسینگ هم مثلا برای خوش گوشه من فقط ثانیه میشمردم خدای و من چرا به جای نیم ساعت چلو پنج دقیقی گرفتم که چرا تمام نمیشه بعد وسطاش هم میگفت let تو گوشم یاد اینطوری میگفت دو از تجربه داری ده. جای خوب رفته بودی میم. آقا من تا به حال مثلا ماساژ برای ریلکس کردن و لذت و اینا فقط یه بار رفتم و خیلی هم به بد گذشت و فهمیدم که چقدر بدم میاد آدما به بدنم دست بزنن <تصفح> ولی خب این آرم تیه ببین بلایی سرت میاره <تصفح> آره یعنی میدونی که <تصفح> شاید گفتنش درست نباشه حالا بعد بعدا میتونیم برش داریم ولی میدونه که یارو از دست زرمه و تا لذت نیبره و این خودش ریشورینگه موقعی که داره اتفاق نیافده لذت اگه تو بعد دیگه ما دوست دارم دیگه نه میخوام اگه که قرار لذت ببریم با هم لذت ببریم چرا فقط یه نفر لذت داره یه خاطره میتونم بگم بگو ازم کاش گروش بود خاطره خوش رو اگه لذت ببره خوب داره تو هم لذت من لذت من لذت دارم من هم لذت دارم پنج شیست سال پیش پدر بزرگ مادر بزرگ ما اومدن ونکوور سر ما الان متاسفانه پدر بزرگ فوت کردن اه، اه، یک سال و نیم پیش بعد اه، اه، پدر بزرگ اسپانکی که بودن خیلی مرتب ماساج می گرفتن مثلا می رفتن یه جایی بود یه مرکزی بود و اینا به خاطر حالا قند خونه اینا هم که داشتن پاهاشون ورم برم یه ماساج زیاد می بود. بعد اومدن اینجا بحث ماساژینوشو منم براشون چیز گرفته بودم بیمه مسافرتی, گرفته بودم کاور میکردم بله آره آرکل. بعد بهشون گفتم بیاد بریم یه جا مثلا خوب ماساژ از همین آر ام و اینا بعد گفتن باشه بعد ما رفتیم یه خانم اومد و پرسید مثلا کدوم قسمت و اینا بعد خب تو ایران مثلا اینکه مثلا با بزرگ من که میرفتن یک ساعت حالا هر مقدار تو هم که میدادن که کم بود نسبت به دلارش اون موقع دلار این اوزار بعد فول بادی از هم ماساژ میداد از مثلا از, سر. از اینجا از سر. مثلاً, از سر. مثلا طرف میاد یک ساعت و حالا روی مثلا یه قسمت از بدن تو آره نه با ما هر بار میرم فول بادی میزنن نه مثلا اینجا مثلا ب... نه آره مثلا من دو جا مثلا از آره زیاد نمیدونم رو پا مثلا نمیاد وقتی که داره گردن تو ماساژ میده واسه من که تجربه اینجوری بود ولی بله حالا بگذاریم این ما رفتم این ام... خانومه مثلا ماساژ داد منم اولش رفتم که حالا یه ذره ترجمه کنم و اینا ام... یک ساعت که تموم شد دیگه من اومدم اومد بیرون گفت مثلا تموم شده بعد پدر حضوری ما برگشتم گفتن همونطوری که هنوز تو اون رو تخته بودن آقا فرزاد پس اینکه فقط گردنی ما رو مالید یه زن کمره ما رو اما خنده می رو گفتم حالا یه بار یه بار بیام مثلا اینا پیکه دیگه جدا بعد گذشت اومدیم تو ماشین با بزرگ ما یه زن نگران و فلان اینا خب میگم ما بزرگ هم اومده بودن که آقا فرزاد بین خودمون بمونه چی خانم ما رو ماساج دادا خوبه که بین خودتون موند آره بعد منم یه ذره برای عجب گفتم باشه حالا که مثلا ما هم بزرگ نفهمه گفتم باشه بعد شب همون روز ما خانواده دور داشتیم شام میخوردیم اینا و در کلا کلن آدم خیلی ساده و صاف و باکی بود آخه یه خودش این خانومه که ما رو ماساج داد مثلا خودشون لو دادن وای بعد من اونجا قبلش با هم حرف زده بودیم که نگی <applause> بعد من زیر سوال رفتم اصلا یه داستانی شد ولی شما ایشونو بردی آره یه بردی خانم ماساژ بده آره. مادر بزرگ <applause> حالا آره. چیز کنه <applause> اینا ولی یادش بخیر خیلی خندیدیم رویشون شد آره رویشون شد واقعا درشون گم آقا اگه از این آر ام تی و ماساژ اینو بخوام بیام بیرون بیر توی ماساژ خوب ببریمت چیز بده من همین جایی که دارم جدید. میرم دردمو میکشم آخه ماساژ با لذت خیلی حال میده <تص> <تصف Dion throat> نه یعنی ماساژ رکسی از ماساژ نه نه ماساژ هپی اندینگ و اینا در راستای اونلی فنز اینا که صحبت کردیم بله زدی نه یه چیزی اومده توی توییتر به سوپر که تو پول میدی دیگه میتونی که فالو کنی 599 یو اس میدی در ما سوپر. فالو چی میشه نمیدونم چی کار میکنه کانتنت او توییتر هم که ریسکشن نداره کانتنت میتونی بذاری حالا هر کسی به نحو خودش دیگه میتونیم می سوپر فالو بذاریم برای توییترمون که هیچی هم ارائه ندیم <تصفح> ولی جالب دیگه یه سری کانتنت میتونی بذاری برای کسایی که سوپر فالو میکنن 599 یو اس در ماه آره میشه 20 دلار بگیرید دیگه گروهی بگیرید میشه تو پاچمونه ولی ولی آره جالب بودین این توییتر هم داره این کار اضافه میکنه خیلی دیگه دارن این کار انجام میدن حالا توییچ خب داره برای خودش الان توییتر اضافه کرده اسنپ چت فکر کنم یه مدت داشت که میتونی پول بدی اینستاگرام الان میتونی پول بدی تیک تاک میتونی پول بدی اینستاگرام پولش چیه اینستاگرام کسی که لایو میذاره تو میتونی قلب بخری و قلب پولی بدی چی مثل آره مثل مثلا آره مثل چیز دی. سوپر فالو ولی کانتنت هایی که اون تو میذارن بقیه نمیتونن بدن نه دیگه این فقط برای همون هست مثلا اصلا مثلا کلوز فرند اینستاگرام هست و اینا هست آه. که مثلا تو سری الان خیلی خارجی پیتریان داشتن الان نمیدونم هنوز دارن یا نه بله اینطوری بود که شما مثلا یه پولی در ماه میدی حالا نسبت به اون تیری که داری مثلا یه دلار سه دلار ده دلار کانتنت اضافه میگرفتی مثلا شما بعضی شوش بدون بود تبلیغ که... یا بدون تبلیغ بود یا اینکه زودتر می اومد کانتنت ها یا اینطوری بود که اضافه آره مثلا یه اپیزود بود که فقط برای کسایی که پیتریون مثلا لول سه بودن در هفته مثلا اضافه می اومد و اینا و خب اون خودش درآمدزایی بود <laughs> ما پیتریان نیستیم ما پیتریان نداریم <laughs> uh, ولی الان دیدم که امروز دیدم که دیروز دیدم که توییتر هم این uh, قابلیت رو اضافه کرده میتونم ملت پول بدن uh, برای توییتر <laughs> یه چیز دیگه هم بگم در مورد ونکور گفتم که الان شده بود uh, تیو ترندینگ چیز آره uh, بذار پیداش کنم آره یه دونه ونکورسان یه دونه چیز گشته بود روی توییترش uh, یه دونه در واقع توی وبسایتش که آیا این ریستریکشن های کووید مثل ماسک و وکسین کارد و اینا مثلا باید برداشته بشن یا نه کی باید برداشته می شدن هشتاد و هفت و هفت و نه صدام درصد گفتن که آردی دیرم شده باید می داشتن اینا رو کسایی گفتن که یه ذره دیگه نگهش داریم شیش و پنج نه دهم بودن کسایی که گفتن که بعد از اسپرینگ بریک که میشه بعد از 21 مارچ و برداشته بشه دو هشت درصد بودن و کسایی هم که میگن که بعد از اسپرینگ بریک دو هفت دو هشت هم یعنی الان گفتی جفتش بعد اسپرینگ بریک؟ نه یکیش بود موقعی که اسپرینگ بریک شروع میشه یکیش بود بعد از اسپرینگ بریک یعنی مثلا اون دو هفته خودش فاصله است ولی الان 87 دهم ده و 87 درصد گفتن که بعد برش بشه شما چه جوری الان من با... با 87 درصد در نظر بعد ریسکشن برش بشه باره... ماسک <coughs> نمیخوام بزنم دیگه <coughs> کلافه شد کلافه حالا <coughs> شاید چیزا ولی حسمو دارم میگم که این شنبه ها با تراکش میره آره جون بوق میزنه امروز از رو دورا از پولو آویزون شده من شم رو شنگ اینو پزشگاه میگن زوده هنوز کسایی که تحقیق کردن زوده برای اینکه ماسکار رو بردارم من دیدم حالا چه فشاری هست آخه من, آره. من تو کلاف کننده است دیگه آره تو مثلا از خونه بیرون نمیری احتمالا منم الان من خب من ماسکم میزنم من احتمالاً اگه شما رو بردارن همچنان ماسک رو میزنم چون که حالا بهش یاد عادت کردم همین که تو طول زمستون واقعا خیلی کمک میکنه گرماه گرمای میبینی آره. خودش آره. یه آره, آره،, آره خوبه بر یه حفاظتی میکنه از حالا سینوس و دو گرم نگرم داره دیگه خودش مثبته ولی میفهمم که کلافه شدم یعنی میفهمم که بعدم یه الان یه حالتی به وجود اومده که خب بعضیا دیگه براشون مهم نیست مثلا توی میتینگ های این دور که میری الان چون که دیگه ریستریکشن نیست که باید داشته باشین توی میتینگ های این دورتون توی پابلیک پلیسز اگر که باشی توی مکان عمومی اگر که باشی مثل سوپرمارکت و اینا دور داره اونجا باید ماست داشته باشی ولی دیگه اینطوری نیست که اگه که میتینگ سر کارت باشه مندتوری باشه اون Place, اون جای در واقع مندیت میکنه که تو باید داشته باشی یا نه و مثلا بعضی از میتینگ های کاری که میری مثلا جاهای دیگه اینطوری که خب اونا ماسک نزدن و من نمیدونم با ماسک رو در بیارم یا نه خودم مثلا دوستان داشته باشم بعد اونا یه ذره مثلا یه دانمی که عجیبی به وجود میاره دیگه مثلا یه حالت آنکافتابلی برای همه یکی اینه و بعد که واقعا مثلا میفهمم که مثلا بیرون که دارم را میرم یا مثلا بعضی موقع اینطوری که دیگه واقعا نفسم کم میاد دیگه دیگه اذیتم آره. میکنه من مدت که گفتم. مدت زمانی که روی صورت بوده اذیتمون داره میکنه تو, تو جوری جوری؟ من... هم مثل تو خیلی راضی بودم از اینکه که ماسکه فکر کنم خیلی باعث شد که سرما نخورم یا کم بخورم من تو این دو هم یه بار سرما خوردم و در صورتی قبلش خیلی بیشتر سرما میخوردم البته فاکتورهای زیادتری هم هست مثل اینکه مثلا قبلا من دست نمیشستی چرا دست میشدم ولی مثلا توی اتوبوس اینا خیلی بیشتر میرفتم خب این دو ساله شاید کلا پنج بار اتوبوس سوار شدم یا حالا مترو آره ولی واسه من اه... ولی باز اون اگه مثلا کارم چه میدونم الان تو کسایی که تو رستوران کار میکنن یا جای دیگه باید بذارن خب اون کلافگی واقعا اونم یه فاکتور مهمیه تو چی من این بعد کوبیده دست شو اینا خیلی برام اه... اوه او فرهاد چرکترین بود <laughs> حالا <تصفح> نه دیگه باید. باید. نه تو خانواده همه به من میگن <تصفح> شلخته ولی در ساعتی که آقا شلخته و شرک. هست تو شلخته میتونی باشی ولی این نه 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 به من میگفتن جفتش <تصفح> این, <تصفح> این آزان شرک آزان شلخته بود و این به خاطر اینکه حالا منظم بود اون شرک بودنش به چش نمی اومد ولی کردی شد آره شخصش رگش بالا ولی خوشحالیم که ایشون درست شدن یه سری خاطراتی دارم از کارهایی که کرده حالا باز چک میکنم بعدا شب بگم پخش آره ولی دست خیلی تاثیر داشته آره دیگه من روتینم ماسک و دست شستن خیلی تو اینکه این ویروس پخش نشه آدما دیگه اونجوری آنفلانزا نگرفتن سرما نخوردن تو دنیا چیزی که حالا یه خبر دیگه که اومد این بود که دیسکورد ترمز و اومد آپدیت کرد هفته پیش دیسکورد یه اپلیکیشن مثل حالا تلگرام و مثل سلاک و مثل اپلیکیشن تعامل مسنجر تعامل آره ولی خب مثلا بیشتر توی کمپانی بزرگ من نمیستم همشون دیسکورد دارن مثلا اینکه خیلی پاپیلره توی مثلا کمپانی های بزرگ برای اونا که میخوان اطلاع رسانی بکنن یا مثلا بعضی ها خیلی تک ساپورتشون رو توی دیسکورد انجام میدن و اینا تو هم خیلی دیسکورد آره بعد حالا تو کامیونیتی NFT که سهل الان یه سری چنل ها هستن که پولی ان برای اینکه بخوای عضوشون بشی دیسکورد آره مثلا 10 دلار در ماه میدی ولی این استاک مثلا جی پی که بیاد سری مثلا بهت نوتیفیکیشن میده می به خاطر که دارن بک مثلا یه چیزی دارن ران میکنن روی مثلا بس بای و تمام این کمپانیایی که هست از همون لحظه که اویلیبل میشه اینا زودتر از استور میدونن که قراره مثلا بیاد چون اول استاک استوره چیز میشه, میشه. شب قبلش فردا این کارت گرافیکا میرسه آره اومد آپدیت کرد که گفتش که یوزرایی که توی کشورهایی زندگی میکنن که نوشته گورنمنت از از تروریست سپورتینگ کانتری که تروریست رو ساپورت میکنن یا کار تروریستی ساپورت میکنن و بند میکنه اینکلودینگ کیوبا ایران سوریه و یه سری یه ریژن دیگه رو گفته بوده کریمیا ریژن کریمیا پایینش. آره همه کسایی که گفته اگه بفهمیم که از این کشور هستیم بنتون هفته پیش ایرانی بند میشن گفته هفته پیش آپدیت کرده بود آره روسیه هم میذاشتی چون همه روسیه هم دارن چیز آره حالا دو که دوباره مثلا بخواد اپدیتش آپدیتش بکنه ولی خب این دقیقا برمیگرده به اپیزود قبلی کارون دیگه که میگفتش که بیو تصمیم میگیرن که بخوام بنتون بکنن دقیقا همین دیگه اینا تصمیم گرفتن یو بخوام بن بکنن و این کاری آقا که آقا دیسکورد ها. ازش حمایت میشد به خاطر اینکه برخلاف مثلا فیسبوک هویت شما روی دیسکورد واسه نبود به هویت واقعیتون آره. یکی از مزایایی که داشت بود ولی حالا این کارا رو میکنه آره دیگه کسی کاری نمیتونه بکنه بعد نه. دیسکورد همینطوری الان ایران قابل دسترس یا فیلتر شکن حالا قبلا اینطوری بود که الان نمیدونم دقیقا چه جوری قبلا اینطوری بود که وایس چنل ها رو اگر که میخواستی اکسس بکنی باید فیلتر شکن میزدی آه. ولی تکس چنل ها رو اگر میخواستی اکسس بکنی اونا رو میتونستی بدون فیلتر شکن بری یعنی اگه مثلا با فیلتر شکن میان شاید یکم سیف امن باشه آره تنها روش مثلا دور زدن این جور چیزا معمولا فیلتر دیگه چونکه پی چون که آی تو میذاره مثلا چه میدونم آلمان ولی یوزر مگه بند نمیکنه یعنی تو یه بار احتمالاً با آی پی ایران آره دیگه یه با بار نمیدونم حالا اینو رو کیپ میکنن یا نه نا. واقعا رو ندارم یا اینکه از این به بعد مثلا ران میکنم ببینن که آی پی مال کجاست یه پستی دیدم چون که مثلا ببخشید نم. من اگه که مثلا رفته باشم ایران یه هفته مثلا دیسکوردم رو اکسس کرده باشم برگردم اینجا منو بند میکنه نمیدونم چه جوری میخواد ایمپلیمنت کنه ولی رکوردشو دارن احتمالاً رکورد یه پستی دیدم دیروز رو لینکدین یه پسر ایرانی نوشته بود به کمپانی SAP یه سکرین گذاشته بود از اون فیلد دراپ داون کانتری اف اوریجن فکر کنم که تو قسمت آیش ایران, نداره آره دیدین شما این پست رو من خیلی جای خیلی جا هست بعد این اومده اپل هم نداره دیگه اسکرین گذاشته بود و تک کرده بود اس او و جالبا نوشته بود که میخوام در مورد یک کشوری بهت بگم اسمش ایرانه اینم لینک یه لینک ویکی‌پدیا هم گذاشته بودی مثلا اینم آره و اینم بذاری تو لیست دیگه چون ما میخوایم اپلای کنیم فکر کنم اون قسمتیه که مثلا میخوای اپلای کنی بعد ما بتونیم اپلای کنیم بعد خب اون اس هم اومده بود کامنت گذاشته بود و یه کامنت پلیتیکال دیگه که به خاطر آره. سانکشن و این هم آره به سانکشن ولی دیگه, دیگه کانتری of اوریجن رو دیگه اجازه بده ایرانی بودن اون از اون نگیر دیگه ببینید چی نه چون بیزنس ندارن با ایران نمی نویسن دیگه اسمشو نه ولی خب ولی تو ممکنه تو یه انسانو میخوای مثلا هایر بکنی اون انسانه ممکنه که خب, خب نه وقتی تحریمی نمیتونی بیزنس بکنی با ایران پس از ایران هم نباید هایر کنی نه نه از ایران نه, که الان اینجام کانتری اف هم تو پاسپورت هم زده ایران پاسپورت کانادایی این کانو دا این. این, این, بیشتر مال اون بخش, بخش هایر کردنشونه آره. که مثلا آره. کجایی الان آره الان کجا دقیقاً کجایی آره, آره. آره. خلاصه اینو بهتون بگم که الان اوزا خیته خیلی خیته جالب دیگه داشتین شما من بخون کامنت بخونم بچم بخون آره با کامنت بخون کامنت یوتیوب الا رو داریم گفته که سلام سلام ال. گفته من داشتم تو کسباک گوش میدادم انقدر سر NFT و متاورس خندیدم که گفتم بعد این همه اپیزود چرا تا به حال نیومدم ببینمتون تو یوتیوب طرح. اومدم یه بار دیگه هم اینجا خندیدم ولی توقعم ظاهری خلافتر بود خدایی از مرسی ولی کلی, از... مرسی ولی کلی. یعنی بر اساس صدامون یعنی افر... سوسول بوده آخه یه آره. کامنت اومده بود قبلا ها که دیس کرده بود کارون و بیشتر نه فکر میکردن فکر نمی کارون قیافه فکر من کارونم نه آره یه چیزی آره سگانه عجیبی بود آره پیکل اریک گفته که سلام تو پیکل تو راه رفت و برگشت به سرکار گوش میدم به اپیزوداتونو یه لحظه حتی با وی هم یوتیوب کار نکرد قلبم ریخت و خلاصه نمیدونیم که هیچ وقت که آخرین باریه که میتونیم ببینیم و بشنویمتون کامنت دار که هفته برمی گرد آره اینو آره حالا صحبت بود که کارون کرد ترسیانت اتفاقی که افتاد برای یه روز تویچ تو ایران فیلتر شد حالا میگفتن چون آیس پی ها قاطی کردن چون پورت ها قاطی کرده فلان و اینا ولی خب خیلی ها ترسیدن دیگه به خاطر اینکه کسایی که دارن تو ایران فیلتر شد با فیلتر شکن هم یعنی دیگه چرا ولی خب خیلی سختره دیگه یعنی تو بخوای ویدیو رو لایو ببینی الان مثلا بدون فیلتر شکن میرن به خاطر سرعت سرعت ایران مثلا رو 360 میبینن تو بخوای یه دونه سرعت تو بخوای یه باید. دونه چیز لایه دیگه به روی اضافه بکنی احتمالاً خیلی سخت‌تر و آنشان. تا فرساتر <تصفح> با میشه با آره. یه کامنت هم به اون گفته ای که فرزاد و ایمان خیلی دقیق گفتن گفته که عکس زندگی دیگران رو با فیلم زندگی خودت مقایسه نکن این توش نبرید آره یکی یکی هم کامنت داده که اون تابلو وسطی کج تو اتاق صافش کن آره من امروز اومدم, اومدم. صافش کردم ان دا داشتیم ببین اجازه امان. بده که در مورد اینکه این, که این تابلو ای چه اتوخ جوری کشید به هم دی... فیلم نگرفتیم ما داریم داریم من فکر کنم رو من چیز دارم ولی دیگه هیچ وقت نذاشتم تایم لپس و اینا داریم آره تایم لپس و اینا زیاد داریم این مشکل این قابا اینه که اول سایز میخوایی که داشتیم ما هم دیگه متفاوت بودن و مدلی هم که اینا حالا بالا پایین زده بود دیگه این چیزا رو آره سیمه آره سیمه, شده. هم بالا پایین بود اون در واقع چی بهش میگن اون گیوی که این سیمه داشت که چقدر میشد آویزونش کرده پشت اینا هر کون از قابای سیمه و این طول این سیمه متفاوته برای همین ما مثلا اول اومدیم لیزر انداختیم همه چیزا رو زدیم و مطمئن شدیم که یکی گذاشتیم دیدیم یه جوری با هم دیگه اختلاف داره در بعد دیگه فهمیدیم که اینطوری نیست و باید دلی کار کنیم ها داده شده تو این اگر که به قول کوروش از آقا میاد تو اتاق میگه اگر اون بین بگ میتونه صحبت بکنه یه امیر ایپکس هست ایشون هر چنگاری بینیم کامنت بالایی کز میگه <applause> علکی همینطوری آره مثلا رندوم حالا <applause> <applause> قوره به نام علیرضا افتاده که کامنت بالایشون بودن علیرضا گفته که گوست همون گستی که راجع به صحبت کردیم گست یه افسانه یه چیزی شبیه فیک نیوز بود که روس‌ها رو به بترسونن حالا این مصادف شده بود آره یه بگر. سری از این فیک نیوزها مثلا اون جزیره که آره ای که راجبش صحبت کردیم ظاهرا اینا زندان و آره یکی گفته بود که روسا گرفتنش ولی خب اون که ما گفتیم آره تو اخبار هم بود مثل مثل کووید دیگه که همینطور داره دیو میشه چیزای جدیدتری داریم در موردش یاد میگیریم آخر هفته آخر یکی از اپیزود هفته پیش راجع به سربازی اجباری صحبت کردیم و یه سری هی گفته بودن راجع به سربازی اجباری سربازی صحبت کردیم آخر اپیزود نه در این صحبت کردیم که کسایی که مثلا 18 سالشونه دیگه نمیتونن از کشور فکر برن نه نه راجع اوکراین بود که ما گفتیم اینایی آه. که الان اوکراینن برگردن ایران فهمید. گفتن فهمید. 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 که درخواست فهم. ما رو لطفا سربازی نبرید و مشمول نشیم اینها ولی خب ما هیچ کدوم مثلا سربازی رو لمس هم نکردیم دیگه که بخوایم صحبت بکنیم نه چون من نگاه نه یعنی میگم تو نزدیک ترین بودی دیگه چون دبیرستان هم ایران هست آره ما که اصلا ایران درس خوندیم سینا محمد تو یوتیوب یه چیز قشنگ گفت کنکور دارم امسال با آخرین سنگرم خودکست آخر شب است آخرین سنگر سکوت عجیب عشق منی درس تو بخون داشت پریسا زاد پرست گفته من سه ماه هستش که اسباب کشی کردم شما رو هم داریم پریسا هستی پابلیک و اینجا زیاد دوست داشته ندارم و ارتباط انسانیم خیلی کم بوده توی این دوران و الان تقریبا یه ماهه که با پادکست آشنا شدم و واقعا شما چهار نفر شدین دوستای واقعیم و خیلی چیز ازتون از یاد گرفتم و صرفا خواستم تشکر ازتون کرده باشم که این اوقات تنهایی منو پر می‌کنید ممنون از همتون کجا از اس آقا احترام بذارید به لحجه هم سوال آقا اما آقا, <applause> آقا به سوال لحجه برای چی میخوای بدونی که خب نه فکر آدی آره یه کامنت هم کارون گفته این تو توییتر بوده یا اینستاگرام اینستاگرام آره دقت کرده بودین مهدی گفته مهدی جون دقت کرده بودین که باطن زندگی خودت با ظاهر زندگی زندگی بقیه مقایسه نکن یه دونه ره آره اینو دیدم خیلی باحال بود آره قشنگ <applause> بود گرفتم واسه کارون نگین اس توی چیز توی, توی کس باکس گفته آقا من با همکارم گوش میدم آب شدم از خجالت و هیچکی به روی خودش نیاورد <applause> اپیزود متاورس چی گفتی <applause> در مورد متاورس یا و... شاید هم اپیزود نه یه دریوری حتما گفتیم نه شاید من در مورد آندرریت <تصھ> و در مورد نه نه اپیزود متاورس بود متاور... آخه در مورد داف محمدی افصا... این ام... و اینا صحبت کردیم و پارتی بود. آره دیگه <تصح> داف ناب محمدی یه روز با همکاری یعنی سر کار فکر کنم حتما تو بریک چیزی حالا واسه هم توضیح بدن که چیکار کنم اون شرکت رسیدگی بکنم خانم نگین اس حالا راجع همین خانم نگین اس به دفتر مدیریت اورریتد اندرریتد توی توییتر چیز سب چیز. سرین غم نوشتن که سلام من دیگه عادت هم شده بود که هر موقعی از روز خودکست گوش بدم و سر این قسمت آخر در مورد overrated underrated بودن overrated underrated. Underrated. Under 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 بودن اورا سیکس بلو جاب صحبت بکردن و حتی من کجا بودم بله سر میز شام همراه با خانواده در حالی که گوشی روی اسپیکر بود و هنس فری نداشتن دیگه ببینید دیگه آره دیگه واقعیتش اینه که دیگه بعضی حرفا گفته میشه دیگه ولی اگه ما میخوایم ما یه لول از خودسانسوری رو داریم درست میتونم تایید میکنی تا یه حدی داریم نه صدا س... سیما بودی تا یه زمانی نه نه الان همین الان دارم میگم دیگه آره 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 یه لولی از خود سانسوریو رو داریم ولی خب بعضی چیزا رو ما در مورد صحبت کرد دیگه به هر حال پادکستم به قول خارجی ها اس ان ایوولوینگ کانسپت شاعر میگه که Living اون دی edge All my friends are dead. جمعش کنیم من از گشنگی دارم می لرزم <تصفح> <تصفح> دوست خود چرا داره مار رو می کشه تو <تصفح> نه اینو گفتی دیگه نه لرزی <تصفح> <اتجه؟ تصفح> نه چون واقعا یه نسیمی داره می آفه کنم سردته شما سردتونه پشتم یک کرده آبا یه لحظه راجعه خواستم یه چیزی بگم بفهم آره حالا همینجا که ایمام گفت ما که یه مقدار خود سانسوری داریم ما هم همیشه توی رسانه‌ای دیدیم توی ایران که تماما سانسور بود ولی خب حالا یه سری مسائل هستن که درست ما از لحاظ فرهنگی یه ذره ممکنه برای ما عجیب غریب باشه ترجیح میدیم که جلوی بزرگترها گوش ندیم ولی خب فرهنگ هم بالاخره رو به تغییر دیگه ما همیشه مثالش رو زدیم یه موقعی شاید تو توی خانواده راجع بدم دوست دختر دوست پسر نمیتونستی صحبت کنی مثلا تابو بود میگفتیم وای مثلا قباحت داره فلان اون همین حرکتی که فراد سریال گاز اون, م... اون مفهوم به مرور عوض شد روند طبیعی زندگی دنیا عوض شده آدم ها تطبیق پیدا کردن اینجا مسئله همینه حالا درست ما ها ممکنه با بزرگترامون خیلی راحت نباشیم ولی خب مسئله طبیعی زندگی همه جای دنیا هم ممکنه مطرح بشه نمیگه ما دوباره نمیایم مقایسه کنیم فرهنگ خودمون رو با فرهنگ دیگه ولی چون هم مثلا کمدی غرب که نگاه کنید اصلا بخش اعظم کمدی غرب یک روی مسائل حالا و سکشوال و اینا دو روی سیاسته ما دقیقا این دوتا مفهوم رو نداریم و عملا حالا آدم های تناز ایران دستشون بسته است حتی جای دیگه درست بعد آره حالا روی موضوع ما مثلا یه وقتی یه چیزی میگیم یه چیز بالاخره زندگی دیگه انگار ما نگیم این مفهوم توی دنیا از بین نمیره که اه. میدونی یارو اینو راجع به چیزا میگفتن کسایی که حالا ترجیح میدن که گیاهخوار باشن میگن که حالا اینکه تو ترجیح میدی گیاهخوار باشی دیگه گوشت خوشمزدگیش که از بین نمیره اون گوشت همچنان خوشمزه است اینجا هم حالا ما راجع به این موضوع صحبت نکنی یا بقیه نکنن معنیش نیست که این موضوع وجود نداره این موضوع وجود داره اتفاقا راجع صحبت بشی بهتر از اینه که صحبت درست بشی بهتر از اینه که جای نادرست مثلا آدم ازش اطلاعات بگیرن حالا ماهایی که حالا هممون دیگه مدرسه که میرفتیم تو ایران یه سری مسائل بودن اطلاعات درستی راجبش نبود یه سری دریوری از دوست و این ور اون ور میشین در که نظام آموزشی درست بود میاد آقا رو درس میداد راحت حالا الان که گرفتیم آره الان که باز حالا اینترنت هست همه به اطلاعات دسترسی دارن میگن چی میگن پروفشنال با اکسپریانس یا هم چیزی آره تو ایران همه میگفتن که باید وایسی علوم سوم راهنمایی چیزای خوبی توش هست بعد یه جوری ما مهاجرت کردیم که دو ماه اول سوم راهنمایی من با منم کانادا نرسید به آخرش اون رو یاد این چیزا هم, هم نبودش ما رفتیم خبری رفتی نبود. نبود نه نه بعد به ما گفتن بیا اینجا گریت 10 دیگه چیزا خوبتون درس میدن یاری یکی اومد فقط یه پوشش کشید روی دیگه و استفاده کنید چوب بابا اینا که خوبه ما دانشگاه بودیم همه دیگه میگن درس چی تنظیم خانواده رسید به تایم ما اون درس رو کلا ورش داشتن به جاش یه درس دیگه گذاشتن که اتفاقا توش تشویق میکرد به فرزند آوری هرچه بیشتر عالی یعنی آلیشن. تو شما میگید سوم راهنمایی تو میگی دانشگاه ما این تشویق به این چیزها رو ندین یه درس دریوری جایگزینش شد فرزند آوری مرسی از اینکه به ما گوش دادید ما توی تمام فضای مجازی اسم خودکست توی تلگرام تویتر، فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخوایم با ما ارتباط مستقیم داشته باشید میتونید توی تمام فضای مجازی به ما مسج بزنید ما سعی میکنیم همه رو بخونیم و تا که بتونیم جواب بدیم ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ 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 خدافظ